要。جنگ سرد رقیبان به راستی تماشایی بود. هر یک به شیوهی در پی جلب نظر عنایت من بودند و حربه روندن حریفانشون از این قبیل که من از روز اول میدونستم این به چه نظر کرده ای. نگاه کن چه نوری تو صورتش تتق میزنه. هر دعای این بچه بکنه مستجاب میشه. خود من همین پارسال خواب دیدم که داشت با دو طفلون مسلم بازی میکرد. دستش به مس برسه طلا میشه. و صدها کلمات قصاری که مفهوم بعضی رو میفهمیدم و بعضی رو نه. کارم گرفته بود بی اون که خود بدانم و بخواهم در شمار ابدال و اقطاب و مشایخ در آمده بودم و صاحب کشف و کراماتی شده بودم. کتاب گویا. پس عیال من کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ بفرستید بیاورندش. گویا بنده در این مدت قصه کلثوم ننه برای آقا میخواندم. همه ناراحتی ها و بیماری آقا از این عیال تازیز که انتخاب کردن باز هم سراغش را میگیرند؟ شیخ به گمان این که حکیم باشی از صحنه تالار و عیاشی قلندران چیزی شنیده است به دفاع پرداخت که خیر آقا، عیال عورتینه هیچ گناهی ندارد، زن بیچاره بی کس و کاریست، در پناه ما آمده است، در حسن حمایت ما آمده است. وظیفه طریقتی ما نگهداری و سرپرستی اوست. مگر شما در این شهر نبودید و ندیدید که مردم ولایت، ام از صوفیان خانقاهی و کسبه بازاری و رعیت روستایی با چه اصراری این بار امانت را بر دوش من پیرمرد گذاشتند؟ اگر تقاضای خلایق را رد می کردم، فردای قیامت جواب خالق را چه می دادم؟ خیر آقا، تکلیف طریقتی ما دستگیری درماندگان و پدری یتیمان و شوهری بیوه زنان است. ظاهراً همین تکلیف آخری از همه بهتر است، هم فال است و هم تماشا، به خصوص اگر جوان باشند و آب و رنگی داشته باشند. سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه جهان امروز از تلویزیون اندیشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. همینطور که میبینید و میدونید در لس آنجلس بعد از ساعت 5 بعد از ظهر هستیم. شما در هر کجای جهان در هر ساعتی که زندگی میکنید خوب و خوش باشید. خب هموطنان عزیزمون در ایران که الان در خواب ناز هستن، تک و توک هم ممکنه بیننده برنامه ما باشن، در اروپا هم همینطور، شب زنده دارا بالاخره اونایی که دیرتر خوابشون میبره گاهی اوقات به تلویزیون پناه میارن و این کنترل دستشون هم توی ورق میزنن، یه جاهایی استاپ میکنن بعد دوباره راه میفتن و اینم یه نوع اعتیاده که امیدوارم یه جاهایی وایسین که ما هم بهره ببریم از حضورتون در این ورق زدن. بینندگان عزیز و گرامی، طبق معمول خب ما باید به مسائل جهان امروز بپردازیم، اما خب همیشه مسائل داخلی کشورمون
در اولویت بوده بیشتر پرداختیم به اون، اما گاهی اوقات میشه که میبینیم نه یه چیزهای دیگه هم هست که بایستی به اونا هم پرداخته بشه. ما امروز در امریکا شرایط بسیار بسیار ناگواری رو خبراشو شنیدیم، در خبرها در جریان خبرها قرار گرفتیم که واقعا وحشتناکه. با این شرایطی که میرن جلو، این احزابی که میخوان با همدیگه رقابت بکنن، اصلا مملکت و این مثل این که فقط به ایران و غیر مملکت ما خط نمیشه، همه جای دنیا همینطوره. وقتی احزاب مجلس با رئیس جمهور دو حزب مختلف باشن، با کارشکنی هایی که پیش میاد، با اون صد و نمیدونم سنگ اندازی هایی که به وجود میارن، اصلا مملکت نیازی نیست کشور دیگه بهش حمله بکنه، یعنی خودش چنان بلایی به سر خودش میاره که از حمله بسیار بسیار خطرناکتره و مخربتره. الان در امریکای همچین شرایطی شده. آقای اوباما خب سالهای سال سعی کرده بود که از این ماجرای بیمه رو جا بندازه در کشور، که مخالفت هایی میشد از طرف تیم مقابل و بالاخره با گذران وقت چند ساله رسیدم به مرحله که خب به امید اینکه شاید بتونن این کار بکنن، از طرف دیگه مشکلاتی پیش اومده که امریکا تقریبا خیلی از اداراتش مؤسساتش به تعطیلی کشیده شده و واقعیت بعد از 17 سال که در زمان کلینتون که همچی اتفاقی افتاد دیگه کم سابقه بوده یا اصلا سابقه نداشته. و بینندگان عزیز، بسیار بسیار ناگوار این خبر. همین امروز صبح که این وقتی شنیدم برام توضیح دادن، همین امروز صبح که ماجرای معرفی برای ماجرای بیمه مطرح شده بوده، 7 صبح حدود تعداد بسیار زیادی اپلیکیشن پر کردن که اصلا در کار کامپیوتر کم سابقه بوده در این مدت کم این تعداد مراجعه بکنن به یه سایت. بنابراین یه مقدار زیادی آینده خوب یا دورنمای خوبی یا چشمنداز خوبی رو آدم نمیبینه. و الان گفتن که آقا این ماجرای بیمه اوکی، ولی ما یه سری مخارج رو جلوشو میگیریم، یه مقدار کمک هایی که بایستی به دولت بشه نمی کنیم، این کمک ها رو یه کمک های ضروری اگر باشه تصویب میکنن نمایندگان، اگر نه نمیخوام بدهی دولت رو زیاد بکنیم، بنابراین جلوی یه سری هزینه ها رو میگیریم. الان پاسپورت اگر کسی میخواست امروز بره بگیره، ویزا بره بگیره، تعطیل بود و نمیتونستن، یا کسانی که سیتیزنشیپ هستن قرار دارن احیانا میخوان هفته دیگه برن اونجا سوگند یاد کنن برای اینکه سیتیزن بشن اینجا، طبیعتا قرارشون ممکنه به هم بخوره. در همه حتی انرژی، در بخش انرژی تعداد بسیاری رو مرخص کردن، یه تعداد قلیلی موندن، اونم برای مسائل اضطراری و جاهایی که ضرورتاً بایستی حتما تحت نظارت کسانی باشه اونا موندن و بقیه همجوری آزاد گذاشتن به امان خدا و به امان کامپیوتر که خودش کاراشو انجام بده. و وضعیت بسیار بسیار ناجوری است که من نمیدونم در این چند سال گذشته که وضعیت اقتصادی امریکا و جهان به اون فضاحت در اومد، این کاری که امروز شده من فکر میکنم به مراتب اثر بیشتری داشته باشه از اون، و یعنی بدتر بشه و یعنی چنان در گودال بدبختی و گرفتاری فرو بره مملکت که حالا بلند شدنش واقعا نیروی عجیب غریبی رو لازم داره. نمیدونم چرا یک چنین چیزی در همه جا هست، این رقابت ها، این سنگ اندازی ها برای همدیگه و بدون اینکه مردم رو در نظر بگیرن. حتی آقای اوباما امروز در سخنرانیش یه جمله گفته که به نظر من بایستی روش فکر کرد، که اگر ایرانی ها در اون سال 400 و
نمیدونم 52 تا گروگان 444 روز گروگان گرفتن، اینها مردم امریکا رو به گروگان در آوردن. امیدواریم که هر چه زودتر این ماجرا تجدید نظر بشه، حل بشه یه جوری، چون آینده خوبی رو نمیشه پیش بینی کرد. بینندگان عزیز و گرامی، ما سرگرم عاشق حسن شدیم و وقتی که آدم از اون حالت شور حسینیش میخوابه و میخواد فکر کنه روی این اتفاقاتی که افتاده، میبینه که باریکلا به آخوند و حیله های آخوند، خدعه های آخوند و این مشاورین کاگبه اینا که از اول وقتی که این کاگبه تعطیل شد اینا به عنوان مشاور استخدام شدن در نهادهای مختلف، چقدر خوب دارن برنامه ریزی میکنن که درسته به ضرر ما هست اما اینقدر خوب انجام میدن که به عنوان سوم شخص اگر بودیم با ساعتی یک بار براشون کف میزدیم. واقعا برای دوام و بقای خودشون خوب عمل میکنن و خوب حیله میزنن، تزویر و این قضایا که شما دیدید در نطقهای انتخاباتی. در یکی از این برنامه من دیدم آقای شیخ حسن کلیددار بنفشه اومد گفت ما وقت خریدیم، فرصت خریدیم و چون سانتریفوژا نمیدونم اینقدر بود تعدادش، ما وقتی که تحویل دادیم اینقدر شده بود به دلیل اینکه وقت خریدیم، معطل کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم. الانم بله، این متشکرم پیمان جان، امروز پیمان با من هست، برنامه رو با من همراهی میکنه، تصاویر رو به هر حال از پیمان دارید که در منزل هاتون از تلویزیون اندیشه و برنامه جهان امروز حضورتون عرضه بدارم. اینها خودشون دستشون رو کردن که دارن فریب میدن، وقت میخرن. بیننده عزیز، الان اگر دقت بکنید گفتن که بسیار خوب، آقای بشار اسد هم که تابع نظر ایناست، حتی بشار اسد میگه اگر کارخونه های این شیمیایی رو، این سما رو اگر بخواین شما تعطیل بکنیم میلیاردها دلار خرج داره و کمتر از یک سال هم نمیشه. اینا هم همین کارو میکنن، وقت میخرن. ببینید چند سال پیش گفتن که ایران در فلان تاریخ مثلا 6 ماه دیگه، یک سال دیگه صاحب بمب اتم میشه. باز این همینطوری ادامه، الان حدود 10 سال 12 سال اینا هم میگن میشه، در آینده میشه و اونا هم دارن کار خودشون رو میکنن، وقتشون رو میخرن و باز هم برای اون عده ای که میگوین ایران هم حق داره بمب اتم داشته باشه، بنده هیچ مخالفتی ندارم، اما دست کی باشه؟ دست یک کسی باشه که به عنوان قدرت بخواد ازش استفاده کنه، جلوی تجاوز دشمن رو بگیره، یا اینی که جلو دست گروهی باشه که بخواد نمیدونم به فرض بفرمایید که تروریستای جهان کمک بکنه برای اینکه بتونن از موقعیت استفاده کنن، از قدرت اتمی استفاده کنن، یا خودشون بخوان باجگیر بشن یا هر چی. که من اتفاقا دیدم در یه مصاحبه ای آقای یکی از این اساتید دانشگاه و علوم سیاسی هم درس میدن و فلان و بهمان، چنان شیفته و فریفته و ذوب شده در این حکومت جمهوری اسلامی بود که من حیرت کردم با چه آرامشی، با چه راحتی دفاع میکرد از این حرکات جمهوری اسلامی و بعد میگفت آقا به هر حال اگر ما بمب اتم داشته باشیم خب این به نفع مردم مگه نیست، اینها همه دارن در راه مردم قدم برمیدارن، فلانن بهمانن، که واقعیت اینطور نیست. اینا اصلا دوست ندارن به نفع مردم کار، به نفع مردم زمانی کاری میکنن که بخواهند بهره برداری بکنن، مثل همین ماجرای انتخابات که آمدند و به هر حال یه مقداری شروع کردن انتقاد کردن کاندیداها از شرایط دولت و وضعیت مملکت و نمیدونم محرومیت های ملت و از این قضایا و امت به ملت تبدیل میشه اون موقع که نیاز دارن و می آیند. و حضورتون عرضه بدارم
بله کار خودشون رو انجام میدن، خرشون که از پل گذشت دوباره آش همون آش هست و کاسه همون کاسه. تنها چیزی که مطرح نیست مردم مملکت هستن، به خصوص خانوم ها که بایستی، من نمیدونم چرا در این دین و مذهبی که ما داریم، خداوند تبارک و تعالی با توجه به این که تمام ادیان همون یه دونه رو میپرستن، چرا به اسلام ما که رسیده فشار و اقتناق و محرومیت رو برای طبقه زن بیش از همه تجویز کرده و اونای دیگه یک چنین شرایطی ندارن و برحال شایدم تو بهشتشون هم میرن خیلی بهتر از ما، اما تو مملکت‌های اسلامی انقدر فشار روی زن هست، انقدر بایستی زن رو تحت کنترل و قید و بند قرار بدن که باورتون حتما هست اونهایی که دیدن فیلماشو، مثلا در عربستان سعودی در سال گذشته یه مدرسه یا بیشتر نمیدونم مدرسه ای آتیش گرفت، یه چیزی یاد من هست که این مدرسه وقتی که شاگردا میخواستن فرار بکنن، چند نفرشون به دلیل اینکه نقاب و روبنده نزده بودن که فرار بکنن، اینها رو اجازه ندادن و در آتش سوختن، صرفاً به خاطر اینکه روبنده نزده بودن و اجازه ندادن که بیان بیرون. این شرایط کشورهاییست که اتفاقاً یک مطلبی من در مورد عربستان سعودی و خانوم‌ها داشتم که حالا به موقعش براتون مطرح میکنم. یک دختر جوون خواننده‌ای رو میخوام بهتون معرفی کنم که شاید تا به حال ندیدید. پیمان جان این ترانه ای رو که آماده کردیم برای من سورپرایز بود. دختر شهرام میریان عزیزمون، دوست گرامیمون، نادی میریان، ندا میریان، ببخشید، ندا میریان ترانه ای خونده که گفتم این رو با همدیگه میشنویم، میبینیم، برمیگردیم، چون برای من خیلی سورپرایز بود. اینا بچه هایی بودن که من و شهرام اینا رو میگرفتیم به همدیگه پرت میکردیم و مادرشون ای خدا بچم ای خدا بچم میکرد، و حالا من وقتی دیدم که ندا یک چنین ترانه خونده گفتم که بد نیست این رو با هم ببینیم، به قول فیسبوک یا با هم شیر کنیم و برگردیم من برنامه رو ادامه بدم. Into my life and my fear fell apart.
So petrified, moving through the same stuff in my mind. Hated to fall in love, cause I've been through many things that I can name. Same time, same thing, same game. I was afraid to give you all of me. My heart was frozen so woefully. Broken hearted, left the side alone. I was afraid until you rescued me. I was afraid to give you all of me. My heart was frozen so woefully. Oh, so broken hearted, left the side alone. Left the side alone. I was afraid until you rescued me. Can you rescue me? بله بینندگان عزیز، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ترانه‌ای که از ندا میریان پخش کردم. حضورتون عرض کنم حالا که در آلمان بودیم و این ترانه رو شنیدیم، در شهر بن، پایتخت سابق آلمان، همونطور که قبلا هم اطلاع داده بودم، نمایشگاهی تحت عنوان نقش زنان در ادیان جهان با حضور 90 زن هنرمند از ملیت‌های مختلف جهان، مدتی است که این نمایشگاه برقرار شده، برگزار شده و به هر حال به مدت 3 ماه هم ادامه پیدا می‌کنه. در این نمایشگاه نام 3 زن ایرانی هم به چشم می‌خوره. اینو قبلا هم گفتم که خانم فیروزه اصولی، خانم هما امامی و خانم پرستو فروهر که اینها به هر حال در این نمایشگاه هر کدومشون حرکتی رو انجام میدن و خدمت رو عرض کنم که کارهایی رو کردن که برای دیگران خیلی جذاب بوده. یکی از خانمهای آلمانی که چادر پوشیده، البته ژورنالیست هم بوده، گفته من خودم رو در رحم مادرم احساس، چون اینا اومدن یه سری چادر گذاشتن اونجا و خانوهای غیر ایرانی که میرن اونجا بهشون میگن چادر سرشون بکنن و بعد احساس اینا رو سوال میکنن. بعد اینا گفتن که ما یک همچین احساسی بهمون دست داده. بعد 12 تا تابلو زن چادری خانم اصولی گذاشته اگر اشتباه نکنم. بین اینا یک دونه تابلو هم هست که زن چادری هست اما صورتش یه آینه است. خانم هایی که علاقمندن میرن از یه فاصله ای وای میستن به طوری که به جای یعنی تمام اون آینه صورت اینا رو نشون میده و اینا خودشونو به عنوان یه خانم چادری میبینن و احساس اونها رو هم سوال میکنن. و یه بخشش هم یکی دیگه از این خانم ها ماجرای نمیدونم سنگسار و اینا رو زنده میکنه و اصولا ابتکار بسیار جالبی رو انجام دادن این سه تا خانم ایرانی که بالاخره بنده در یکی از همین روزها باهاشون صحبت خواهم کرد و قبلا هم اطلاع بدم روز 15 اگر اشتباه نکنم 15 مهر 75 سال تولد فریدون فرخزاد هست که یادش گرامی باشه. در بن مراسمی هست، همونطور که میدونید من مفصل شد روز جمعه آینده در موردش صحبت بکنم، فقط خواستم برای کسانی که در آلمان هستن میشنوند بدونن که روز 15 مراسمی هست و یکی از هموطنان عزیزمون که در یوتوبوری سوئد زندگی میکنه و مجسمه ساز هست یک نیمتنه ای از فریدون درست کرده که این نیمتنه رو اونجا در روز 15 مهر ماه
پرده برداری میکنن تایی مراسمی و بعد به سالونی میرن که البته من میگم روز جمعه چون یک روز قبل از اون خواهد شد در این مورد صحبت خواهم کرد و به هر حال یادی از فریدون فرخزاد در این چند روز بکنیم بد نیست و فراموش نکنیم که دوستانی داشتیم، برنامه هایی بوده، خدماتی برای ما انجام دادن، به هر حال خاطراتی باهاشون داریم و سرنوشتشون به هر کجا که رسیده، اگر سرنوشتی بوده که باعث ناراحتی شده و ما رو اذیت کرده نباید فراموش کنیم و یادمون باشه که اون جونش رو به خاطر افکارش، به خاطر اون که در راه مردمش، وطنش قدم برمی‌داشت از دست داد. همه ما این راهو داریم میریم، حالا یکیمون گیر میکنه به این ماجرا، بعضی همون حالا ممکنه بعدن گیر کنیم، بعضی همون ممکنه شانس بیاریم به این قضایا ختم نشه زندگیمون، ولی خب این راهو ما انتخاب کردیم، هیچ مسئله‌ای هم نیست، منتی هم سر کسی نیست، اما نباید فراموش بکنیم. به هر تقدیر این هم لازم بود چون رفتیم آلمان در مورد نمایشگاه بگیم، در مورد فرخزاد بگیم و در مورد فستیوال فیلم هامبورگ هم بگیم که اونجا فستیوال فیلمی هم برگزار شد. این از این. و اما برگردیم سراغ مملکت خودمون و خانوم هایی که من گفتم همیشه تحت فشار هستن و ببینید این مزورها، آقای دوزخی که معروف حضورتون هست، گوش کردید ولی یک بار دیگه اگر گوش بکنید متوجه خواهید شد که اینها همه کاراشون با حیله و تزویر خود است. چرا که میگه وقتی که شما به یکی میخوان یه چیزی بدین، اون چیزی رو که میخوان ازش اول بگیرین بعد بدین، چون جاهایی هست که چون چیزی نمیدین ممکنه حرفتون به کرسی نشینه، اما جاهایی هست که میخوان به طرف حقوق بدین، میخوان وارد دانشگاهش بکنین، میخوان به هر حال به شما نیاز داره، اون وقت شما ازش بخواین اون چیزی که قراره بخواین. ببینید بدون سند من صحبت نمی کنم و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ایستادگی، اخلاص، صداقت، اینا از ویژگی های سپاه بود. اصلا اسس علی التقوا من اول یوم، از اول این ارتش الهی که به وجود آمد بر اساس تقوا بود، بر اساس ایمان به خدا بود، بر اساس اطاعت از ولی امر مسلمین بود و اولوالامر را میخواست اطاعت بکنه، بر این اساس به وجود آمد، هیچ چی دیگه در کار نبود. اون وقت تو این سپاه بهترین نیروها تربیت شدن، سالمترین نیروها، صادقترین نیروها، هم خودشون نیروهای زبده‌ای داشتن، هم همینجوری که مقام معظم رهبری فرمودن نیروهای تربیت کردن که به دستگاه‌های حکومتی دادن. الان بسیاری از نیروهای زبده ما که در وزارتخونه هستن، در دستگاه حکومتی هستن، از بسیاریشون از بچه های سپاه هستند. الان خود ما در تشکیلات خودمون اگر یه وقتی نیرو بخوایم، اولویت قطعیش با بچه های سپاهه، برای که این امتحانشون دادن، نشون دادن دنیادار نیستن، دنبال پول نیستن، از قدرتی که خدا به اونا داده سوء استفاده نمی کنن، خدمتگزار مردم هن. و من هم مکرر به اینا عرض کردم، از همینجا از این تریبون رو عرض میکنم، ای برادر عزیز و ای فرماندهان محترم سپاه، سعی کنید این رویا رو حفظ کنید، این خیلی قیمت داره، دقت کنید مال طلبی توتون پیدا نشه، کسی دنبال پول نره، اگر دنبال پول رفت سپاهی نیست، دنبال پست نباشه، دنبال مقام نباشه، همون ارتش الهی باشه، همونایی که
در صدر اسلام بودند و تو جنگ بدر و احد بودند و همونا باشند، همونا که از اول شما بودید تا آخرم باشید. همینجور من این سفارش رو به شما میکنم. از این بگذرم، هرچی بگم درباره هفته دفاع مقدس و درباره سپاه کم گفتم، عذر میخوام از همه. بعدش مسائل دیگری که ما داریم، یه جمله ای را آقای رئیس جمهور فرمودن، یه مطلبی را که همیشه ما میگفتیم دیگران میگفتن، چه یه قانونی را در شورای عالی ملل فرهنگی برای حجاب و عفاف تصویب کردن، این قانون داره خاک میخوره. به همون آقای رئیس جمهور گذشته هم هی گفتیم، کسی گوش نداد. حالا این آقا در این جلسه گفتن که این قانون باید اجرا بشه بدون افراط تفریط. خیلی خوب، ما میگیم احسنتم، دست شما درد نکنه، ولی پیگیری کنید، صرف حرف نباشن، مأموری نبگذارید که پیگیری بکنند ببینند کجا داره عمل میشه، کجا داره کوتاهی میشه. و من چیزی که شاید 10 مرتبه بیشتر گفتم، حالا اگر 10 مرتبه بودن این هم 11 همه، من میگم ای برادر محترم، از کجا میخوای شروع کنی؟ من نقطه شروع میگم، از جیره خاران و حقوق بگیران خودتون شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما رو عمل کنه، دستور عمل شما رو عمل کنه، تو ادارات، تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی. کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن، ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا آخه پیر مرد، آخه خودت میفهمی چی میگی پیر مرد؟ اگر نمیفهمی فرزند برومندت برات آخه یه جوری باهات صحبت کنه. مرد حسابی تو میای میگی نمیدونم سپاه اینجوری است و اونجوری است و پول دنبال پول نیست، دنبال مال نیست، دنبال مقام نیست، از اون میگه همه مقام ها رو ما میدیم به سپاه، اونا ارجحت دارن. بعد همه این آشغالبازی ها و کسافتکاری ها هم کسانی دارن میکنن که از تو سپاه اومدن، تمام اموال اون مملکت هم اینا دارن روش تصمیم میگیرن. بعدم میگی که اینا اهل مال نه، بعد بهشون اگر نیستن چرا نصیحتشون میکنی؟ 3 جور حرف زدی در 4 جمله. اگر نیستن چرا نصیحتشون میکنی؟ دنبال مال نباشید، دنبال بابا. آخه این ملت که اونجا نشستن جلوی اون تریبونی که داری حرف میزنی، اینا مغز دارن، سکوت کردن، فکر کردی هر چی شما گفتی قبول کردن. سپاه در اولویت ما فلان میکنه. اومد این ور قضیه قسمت دومش که میگه وقتی پول میدی، همون که عرض کردم، وقتی پول میدی، وقتی که نمیدونم میدونی که بهت احتیاج دارن، اونجا ازش بخواه که حجابش رو رعایت بکن. یعنی تمام زندگی اینا با خود است. چرا با زور؟ آخه چرا شما یه کار نمی کنید با مهربونی، با عطوفت مردم دیگه بیان جذب این مذهب بشن؟ آخه چقدر در روز شما باور کنید به همه اون مقدساتتون سوگند که در گذشته اینقدر فراری از این دین، هر کس دین خودشو داشت، حالا به هر حال دستوراتشو عمل میکرد نمیکرد، ولی این دینو داشت، زیارتشو میرفت، نذرشو میکرد، نمیدونم سینه زنیشو را میندا. شما کاری کردید، برید آخه خودتون برید فکر کنید ببینید در روز چقدر آدم هست که از این دین میره، چه میدونم خارج میشه. آره شما بگیرید بکشید، بگیرید زندان کنید. بارها و بارها من گفتم کی اینقدر جوک و لطیفه و نمیدونم هزل و حجو برای مقدسات درست میکردن که امروز بابا همش مقصر شما این. چرا بی خودی مردم رو به عذاب میندازین و به تنگنا میندازین و زندان میکنین و شکنجه میدین؟ شما این، اگه قرار شما رو باید بگیرن اعدام بکنن، اگه قرار مقصر اصلی رو شکنجه بکنن، شما رو باید شکنجه بکنن. به حقیقت قسم من اینو دارم واقعیت میگم.
چه حرکتی شما راه میندازید؟ دروغ دروغ دروغ. اگه اون داستان پینوکیو واقعیت داشت، از این ور خیابون تا اون ور خیابون همتون دماغتون دراز بود. نمیدونم آگهی پخش میکنیم یا ادامه بدیم. ما ادامه بدیم. دوستان عزیز، من الان نمیدونم توقف کردم روی ماجرای خانوم ها. شما نگاه کنید، یه دختر بچه ای که 3 سالشه و این در این 3 سال قوغا کرده و در این 3 سال این بچه حیرت همه رو برانگیخته، این رو به عنوان یک دختری که بخواهد بلا فاصله زیر چادر چاخچور باشه و به چلوننش که مبادا از تو آشپزخونه بیاد بیرون و نمیدونم فلان و بهمان، ببینید وقت این جنایت نیست. شما رو به هر کس که میپرستید، به هر کس که اعتقاد دارید، سوگند، ببینید آیا این بچه رو باید جلوشو گرفت، باید محبوسش کرد، باید تو آشپزخونه و کنج خونه نگهش داشت؟ ببینیم بعدا با هم صحبت میکنیم. 2 ساله بود که شروع کرد به خوندن نوشتن فارسی و تو 3 سالگی کاملا مسلط به خوندن فارسی شد. سارا بیشتر کنجکاوه و کلا برای هر چیزم سوال میپرسه. متولد خرداد 1388. من سارا سعیدیم، 3 سالمه، از اردبیل. هنوز 4 سالش نشده اما زودتر از همسن و سالاش پا در کفش بزرگتر را گذاشته. قصابی استاد را گفت آقای قصاب چند کیلو گوشت تازه بخوام، برای میشه من بازار تا میوه سبزی بخوام و برگردم. دوستش گفت مگر بازار نرفتی؟ پس چرا دست خالی برگشتم؟ کنجکاوی خودش که اولین بار مثلا این چه کلمه یه، بعد من دیدم این کلمات رو جاهای دیگه هم میبینه تعمیم میده، میتونه بشناسه. 6 به اضافه 3 6 1 2 3 چلو. وقتی که دید من مثلا یه جمله می نویسم تو کتاب، یه چیزی می نویسم می خونم، گفت می خواهم منم بنویسم. الان چی گرفتی؟ و الان شیفت رو گرفتم. شیفت رو با چی گرفتی؟ با بیش از 190 کتاب درسی و غیر درسی خونده و الانم عضو افتخاری کانونه و مقاله های مختلف براشون می نویسه. الان کتابایی که می خونه برای 5 دبستان و سطح راهنماییه. همه رو خوندی؟ آره. خدای خوب و مهربان داده به ما گوش و زبان. الان این تمرین ها رو خودت نوشتی؟ آره. آفرین. بعد دیگه چی بلدی بخونی؟ جشنواره زمستانی سریع تا 11 اسفند دارد. دیدیم که خب این انرژی همینجور مونده، یه سری نیروی بالقوه داره که بعد به فعل در بیاد. تصمیم گرفتیم کلاس زبانم انتخاب کنیم که یه زبان غیر از زبان مادریش بلد باشه. سارا که اینجا اومد 2.5 سال داشت. پدر مادرشون گفتن که خب ایشون میتونه اینجا بیا. من گفتم نه، اصولا باید 5 سال داشته باشه. سارا اصلا قابل مقایسه با بچه های دیگه نیستش. Emma, this is Linda, Sandy's teller. Very good. Sarah, say to me that, what do you do in the morning? I wake up and I wash my hand and face. Very good. After that, what do you do after that? And get dressed and hello my father, mother, family. And I get dressed and I... سارا کتابی که در عرض 72 جلسه تموم شده رو در عرض 10 جلسه تموم میکنه. الان هم کتاب فارسی و کتاب اول افتای خونه کار کردیم. بالاتر بره برای ما کمک لازمه که از آموزش پرورش، از اساتید دست ما رو بگیرن، به بچه کمک کنن که بتونه بدون مدرسه به جایی برسه. چه نمیتونه به مدرسه بره. من یقین دارم الان 3 سالشه، تا 6 سالگی مطمئنن کتاب های ابتدایی تمام میکنن. سارا اینا رو خودت نوشتی همه رو؟ کی؟ آره. بله، ملاحظه فرمودین من غیر واقعی میگم. آیا این بچه ای که در این حد استعداد هست که خب درست استثنائیه، اما هر بچه به اندازه خودش دارای استعداد هست، دارای
هوش و ذکاوت هست که این باید پرورش پیدا بکنه، بایستی بر تقدیر بره به مسیری که بتونه به نفع اون سرزمینش و مملکتش گام برداره و مثمر ثمر باشه. شما ببینید اینها هر جا که کم آوردن، هر جا که خواستن یه سری اخبار دیگر رو تحت شعاع قرار بدن، اول کاری که کردن حمله کردن به طبقه بانوان و زنان رو مورد ایذار و اذیت قرار. حالا البته عرض کردم مقدار زیادش هم به بهانه مذهبه. ما اگر که بریم یک نگاهی بندازیم به شرایطی که در عربستان سعودی هست، واقعا خب میبینیم تنها مذهب یعنی ایران نیست که برمیداره این یک چنین فشارهایی رو میاره، اما اینا سوء استفاده میکنن از این دستورالعمل‌ها. در عربستان سعودی بد نیست که بدونید فروش سگ و گربه در این کشور ممنوعه، ورود غیر مسلمان بنا به حرمت اماکن اسلامی به مناطق حجاز، شرای مکه و مدینه ممنوعه. معمار بهترین هتل مکه یعنی هتل هیلتون که غیر مسلمون بوده، مجبور شده از طریق دوربین روی یه تپه‌ای از راه دور وایسه و نظارت کنه به ساختمان هتل هیلتون عربستان. سالن سینما در عربستان وجود نداره. عکس برداری در بیشتر اماکن عمومی ممنوعه. جادوگران گردن زده میشن. خب اینا بعضی از علمای مذهبی عربستان خواهان قانونی شدن بردهداری هستند. در اماکن عمومی و غذاخوری ها جداسازی جنسیتی به شدت اجرا میشه که حالا حضرات هم در ایران میخوان یک همچین حرکتی رو انجام بدن. بر اثر فشار بیش از حد بر روی زنان، آمار خودکشی بسیار بالاست در خانم ها. در عربستان مجازات اسلامی اجرا میشه که شامل حدود و قوانین تعزیراتی است. به عنوان مثال 4 انگشت فرد سارق بریده میشه، همچنین در بعضی موارد و برای قصاص هر گناهی که کردن اعضای دیگر بدن نیز بریده میشه. در این کشور افراد مجرم در ملأ عام گردن زده میشن که من یه تصویری دیدم یه آقایی هم دست بچهشو گرفته داره از اونجا رد میشه. اکنون میلیون ها کتاب مذهبی اقلیت های مذهبی در عربستان سعودی توقیف و آتش زده شد. پس از چندین دهه بررسی و به دنبال به وجود اومدن مشکلات مربوط به هویت، وزارت کشور عربستان در آوریل 2005 با حق زنان سعودی برای داشتن کارت شناسایی در صورت درخواست خود آنها موافقت کرد. بسیاری از زنان تصمیم گرفتن از داشتن کارت شناسایی صرف نظر کنن، نه به این دلیل که اونها نمیخواستن کارت شناسایی داشته باشن، بلکه این محرومیت به این دلیل بوده که پدر یا همسر یا برادر اونها به دلیل چاپ عکس زنان بر روی کارت شناسایی با اعطای کارت شناسایی به زنان مخالفت کردند. این مخالفت با تکیه بر این اصل اسلامی که مردان سرپرست زنان هستند و در نتیجه آنها به داشتن هویت رسمی نیاز ندارند توجیه میشد. واقعیت این است که بخش‌های دولتی بسیاری وجود دارند که کارت شناسایی را نمیپذیرند. این ادارات دولتی برای شناسایی فرد یعنی زن کارت شناسایی خانوادگی یا 2 شاهد برای تایید هویت اون زن درخواست میکنند. رانندگی زنان در عربستان سعودی ممنوعه. موضوع رانندگی زنان بر اساس فتوای مقامات مذهبی کشور ممنوع شده. در سال میلادی در سال 1990 میلادی 4 زن آلمانی الاصل مقیم سعودی با نادیده گرفتن این ممنوعیت اقدام به رانندگی در سطح شهر ریاض کردند که بلافاصله توسط پلیس دستگیر شدند. روزنامه‌های محلی مطالب توهین‌آمیزی انتشار
نظر دادند و خواستار اخراج اونها شدند. علمای عربستان نیز بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت پافشاری کردند. ببینید بینندگان عزیز، همش برمیگرده به اون خوی بیمارگونه‌ای که در این آقایون مذهبی وجود داره و خدمت رو عرض کنم که هر حرکتی رو که خودشون میکنن، بی انصافی رو شما نگاه کنید، به خاطر اینکه خودش بیماره و نمیتونه خودشو کنترل بکنه هیزبازی در میاره. احیانا ممکنه یک زنی به قول آقای گیلانی که من خودم شاهد بودم گفت اوی خواهر اسلامی، خواهر نمیدونم دینی، من وقتی که داشتم با ماشین رد میشدم، ببینید شما نگاه که با ماشین رد میشده، ماشین حداقل در شهر 30-35 کیلومتر سرعت داره اگر ترافیک باشه یا شلوغ باشه، در اون لحظه که داشته رد می شده اومده تلویزیون میگه اون خواهر اسلامی، من موقعی که داشتم رد می شدم لباس تو درست بود، اسلامی بود، اما چسبیده بود، من سعی کردم تا خونه رسیدم غصب این واجب نه. آخه ببینید این بیماره، ببخشید که من الفاظی رو اینجا میگم، واقعا شرمندم، اما برای اینکه باورتون بشه، این بیمار، اون زن داره تو خیابون راه خودشو میره، کاری نداره به کسی. اون وقتی که آقا بیماره، بنده بیمارم، بیام یکی دیگر رو بگیرم و مثل میمونه که فرض بفرمایید بنده سرما خوردم، ترشی برام بده، بیام مغازه که ترشی داره بگیرم، مثلا یارو رو ببرم شلاق بزنم چرا ترشی داری؟ آقا من مریضم. متاسفانه من نمیدونم چه بساطی است که اینها حتی نمیخوان، البته خب نمیدونم که عادت آدم میگه به زمون میاره، ولی یه مقداری هم در این مغازه‌ای که اینا باز کردن بی تأثیر نیست، چون وقتی فشار روی خانوم ها میاد طبیعتا نسخگیری میکنن در جامعه و جاهای دیگه هم میتونن فشار وارد بکنن. یعنی در واقع این حمله های اینجوری قرم قرمه که بعدش وقت اون واژه اصلی رو به همه خواهند. به هر حال با اینکه دولت سعودی دختران رو از آموزش منع نکرده و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته، حضور دختران در آموزشگاه ها و مدارس بسیار محدوده. طبق آمار رسمی دولت سعودی 50% دانش آموزان ابتدایی، 79% دانش آموزان متوسطه و 81% دانش آموزان دبیرستان پسر، دبیرستان ها پسر هستند. دیدگاه های سنتی در عربستان باعث شده که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه رو ترک میگن. به هر حال این ماجرا رو دیگه بیشتر از این من وقتتون رو نگیرم بینندگان گرامی. من میخوام خواهش بکنم این شماره 7 یک بخشی است که من انتخاب کردم برای اینکه یه خورده فضا عوض بشه دقایق آخر برنامه، این رو یک دقیقه آخرش رو اولش رو پیمان جان برای که مقدمه اینا هست اینو رد کن، یک دقیقهش بگذره از اون ادامهش بذار که به هر حال بدون این حشو و زوائدش باشه. میریم و برمیگردیم برای خدافظی. Et la mer efface sur
بینندگان عزیز، من به این آخوندا بگم ناراحت نو. اولا که من از لج شما از اینو پخش میکنم و دلتونم بسوزه و ناراحت نشید. من میگم این خانومه رو بگیرن یه 80 ضربه شلاقش بزنن که شما خیالتان راحت باشد. تا درودی دیگر بدرود. با تشکر از شما و تشکر از پیمان، تا درودی دیگر بدرود. کتاب گویا. توپ مرواری. رزمناو قرطاجنه و کاشف ینگ دنیا معروف به کلمباباد، از بس که توش کسافت کاری کردند مبدل به بزمناو گردید. آنقدر در آن اشربه و اطعمه و اطخنه صرف شد و لهو و لعب و سحق و ملامسه انجام گرفت که ریغ ملوانان محترم در آمد، به طوری که اگر از بالا دماغشونو می گرفتی، از پایین جان به جان آفرین تسلیم می کردن. حالا دیگه چه درد سرتون بدهم؟ همین که رزمناو قرطاجنه بعد از 7 هفته مسافرت کنار لیسبون کرسینشین پرتغال، که آن وقت مردم از روی نفهمی و بی اطلاعی از علم شریف جغرافیا این کشور را لوزیتانیا می نامیدن، لنگر انداخت. سرنشینان آن هم چنان مستان تافه در هم میلولیدند و به زبان بی زبانی میغولیدند خوش باش دمی که زندگانی این است.